خیلی از من پرسیده بودن که راه های کم ریسک مهاجرت برای اومدن به کانادا چیه؟ سلام، من پویان هستم، معمار تکنولوژیست. اومده بودم امروز قدم بزنم توی کانفدریشن پارک، یه پارکی که نزدیک سیتی هال شهر اوتاوا پایتخت کاناداست. و به فکرم رسید که حالا که امروز اومدم قدم بزنم و هوا خوبه، بدون هیچ امکاناتی راجع به یک مسئله مهم باهاتون صحبت بکنم. و این درخواست بعضی از دوستان بود که کامنت گذاشته بودن که خواهشن راجع به راه‌های کم ریسک‌تر برای مهاجرت به کشور کانادا برامون بگو. و خب میتونه این موقعیت خوبی باشه که با همین موضوع رو بررسی بکنیم. این چیزایی که میخوام توی این ویدیو بهتون بگم تنها نظر شخصی منه، پس ممکنه یه فرد دیگه نظر دیگه ای داشته باشه و شاید خیلی از حرفای من رو قبول نداشته باشه، اما این چیزیه که تجربه شخصی خود من و همسرم بوده که الان به کانادا اومدیم. برای همین حس کردم این تجربیات رو بهتره با شماها به اشتراک بذارم. اگر اشکالی نداره من میخوام پیاده روی خودم رو ادامه بدم، ولی همین جوری با سلفی و همین امکانات براتون صحبت بکنم. امیدوارم که چیز خوبی از آب در بیاد، ولی حرفایی که میزنم حرفای مهمی هست. بریم که این ویدیو رو با هم داشته باشیم. قبل از اینکه بخوام این موضوع رو بازش بکنم که راه‌های کم ریسک چی میتونه باشه، میخوام به این اشاره بکنم که این روزا توی کشور عزیزمون دیگه مهاجرت یک انتخاب نیست، میشه گفت یه الزامه. پس اگر کسی به فکر مهاجرت هست، انقدر این فشار و سختی رو حس کرده که الان به هر قیمتی شاید بخواد مهاجرت بکنه، ولی این تفکر درستی نیست به عقیده من. و مهاجرت نسخه نیست که بشه برای هر کسی تجویزش کرد. به نظرم اگر میخواین مهاجرت بکنید، باید به عاقلانه ترین شکل و درست ترین حالتش این مهاجرت شکل بگیره و نباید ریسک خیلی زیادی رو متحمل بشه. البته که شرایط مملکتمون الان یه نحوی شده که شاید هر فردی بخواد با هر نوع ریسکی فقط و فقط به مهاجرت فکر بکنه. چند تا راه برای مهاجرت وجود داره. یکیش تحصیلیه که یکی از متعارفترین و بهترین روش‌هایی هست که برای مهاجرت میتونید برای خودتون داشته باشیدش. یکی دیگه بحث ویزای کاری هست که عمدتاً میتونه این ویزای کاری یا از طریق جاب لیست هایی که خود گاورمنت، خود دولت اینجا هر ساله بنا به درخواست استانهایی که یک سری از پوزیشن های کاریشون خالی مونده و این جاب لیست رو تهیه میکنن و میدن، شما بر اساس سابقه کاری و تحصیلاتتون میتونید برای اون جاب لیست ها اقدام بکنید و اگر اسمتون در بیاد و انتخاب بشید، میشه گفت که میتونید مراحل بعدی رو برای مهاجرت و اومدن به کانادا طی بکنید. گزینه بعدی مهاجرت بحث ویزای سرمایه گذاریه که خب من بچه پولدار نبودم و نمیتونستم براش اقدام بکنم. یعنی شما یک سرمایه هنگفتی دارید که باید در زمینه کاری به جریانش بندازید و کسایی که به صورت سرمایه گذاری اقدام میکنن عمدتاً باید یه جوری ربطش بدن به یه کاروباری که اینجا میخوان را بندازن. گزینه بعدی میشه گفت حالت استارتاپ میشه و شما با اون استارتاپ در اصل میاد سرمایه گذاری میکنید، یک پروپوزال ارائه میدید و اگر انتخاب بشه میتونید بیاید اینجا و اون استارتاپتون رو راه اندازی بکنید. خیلی از دوستانم دلشون میخواد به روش پناهندگی بیان که من اصلاً این روش رو توصیه نمیکنم و لطفاً از این فکرها نداشته باشید و بیخیال این جور داستانا بشید. یه قانون جدیدی کانادا چند ماه پیش گذاشت که کسایی که ویزای توریستی دارن هم میتونن ویزاشون رو تبدیل بکنن به ویزای کاری. خیلیا از جمله کسایی که تونستن والدینشون رو بیارن یا به یه طریقی خودشون ویزای توریستی اینجا داشتن، تونستن ویزای والدین یا خودشون رو به ویزای کاری تبدیل بکنن. این تحصیلات ویژه‌ای بود که کانادا برای ما ایرانی‌ها به خاطر اتفاقات اخیر قائل شد. من اینجا بشینم با اجازهتون.
راه رفتن سخته که ادامه صحبت هامو همین جوری براتون بگم. یکی از ویزاهای دیگه که اینجا خیلی رایجه و خیلی از افراد که با همسرشون دارن میان این ویزا رو دارن، ویزای اوپن ورک پرمیت هست. یعنی اگر همسر شما به صورت تحصیلی اقدام کرده باشه و موفق شده باشه که ویزا بگیره، میتونه همراه خودش که همون همسر خودش هست رو با خودش بیاره و این همراه دارای ویزای کار هست که به صورت آزاد میتونه اگر در هر کاری پذیرش بشه به اون کار مشغول بشه و تا هفته 40 ساعت اجازه کار داره. اگر بخواید نظر من رو بدونید برای اینکه چه راهی میتونه کم ریسک ترین حالت ممکن باشه و بهترین راهه، من میتونم بهتون بگم که ویزای تحصیلی و یا ویزای اوپن ورک پرمیتی که به همراه همسرتون که تحصیلی اقدام کردید گرفتین میتونه بهترین شرایط باشه براتون. این به این خاطره که هزینه ها اینجا شوخی نداره و احتمالاً کسی که میتونه اینجا اپلای بکنه برای یک دانشگاه، اگر بتونه فاند بگیره میتونه این فاند به کمک هزینه زندگی هم منجر بشه و هزینه ها رو تا حد زیادی پوشش بده. خب روش های دیگه ای مثل جاب لیست، این که توی پوزیشن کاری اپلای کرده باشیدم، میتونه کم ریسک و خوب باشه. یکی از همکارانم تونست از طریق جاب لیست ویزاشو بگیره، البته بعد از گذشت 3 سال اقدام کردن و پیگیری، و من یادمه که برای تکنیسیان ساختمان تونسته بود اقدام بکنه و قبول شده بود. یه پیشنهادی هم که دارم، عموما مهاجرت به صورت فردی سخته، پس اگر همسری دارید و به عنوان زوج میتونین بیان، این فرصت رو از دست ندید و با هم اقدام بکنید. خیلی از وکلا بودن که وقتی که من و سبا مشورت میکردیم میگفتن جدا جدا اقدام بکنید، شانستون کمتر میشه و از این حرفا، ولی خب ما میدیدیم که و خبر داشتیم که بسیار از زوجا موفق شده بودن با هم بیان و در این صورت کل پرونده شما با هم بررسی میشه و بسیار مطلوب تره به خاطر اینکه هر دوتون با هم اپروو میشید، هر دو با هم ویزاتون میاد و وقتی هم که اینجا میایید میتونید همدیگر رو ساپورت بکنید و شرایط مهاجرت رو برای همدیگه قابل تحمل تر بکنید و یکی میتونه درس بخونه و یکی کار بکنه و هزینه ها رو پوشش بده. برای اینکه تحصیلی اقدام بکنین چند تا توصیه بهتون دارم. با توجه به رشته‌ای که دوست دارین، سعی بکنید تمام دانشگاه هایی که اون رشته رو اون دپارتمان آموزشی خودشون دارن پیدا بکنید و تلاش بکنید همه دانشگاه های کانادا اپلای بکنید. یعنی نیاین بگید که من فقط و فقط یه رشته خاص رو مد نظرمه و فلان دانشگاه رو دوست دارم، میخوام همون دانشگاه رو برم. اینطوری قرار نیست جواب بده و شانس خودتون رو کم میکنید به خاطر اینکه کلی باید زمان بذارید، انرژی بذارید، کار بکنید برای اینکه بتونید این پروسه مهاجرت رو برید و با یه دانشگاه آدم شانس خودش رو خیلی میاره پایین. برای همین تلاش بکنید که حداقل چندین دانشگاه رو داشته باشید. من کسی سراغ دارم که به بیش از 300 دانشگاه و دپارتمان و افراد مختلفی که به عنوان سوپروایزر هستن ایمیل میزنه و از اون 300 تا فقط و فقط 20 تاشون ریسپاند میکنن، جواب میدن، و از این 20 تا 3-4 تاشون برای ویدیو کال و اسکایپ یا اینترویو مجازی میان و ممکنه 2 تا از اینا به شما در واقع پیشنهاد جوین شدن و بحث اپلای دانشگاه رو بدن و شما رو اکسپت بکنن. یه نکته دیگه هم که خیلی مهم هست بحث اینه که عوامل مهمی که باعث میشه شما اگر حتی پذیرش از دانشگاه هم داشته باشید ولی تو مراحل بعدی توسط آفیسری که داره پرونده شما رو میبینه و مورد بازبینی قرار میده شما رو ریجکت بکنه، این عوامل چیا هستن؟ اگر سنتون بالای 30 سال هست شانس کمتری دارید. بحث تمکن مالی هست. خیلی ها میگن چقدر این پروسه هزینه بر هست و برای مهاجرت باید چه پولی رو کنار بذاریم. خیلی ربط پیدا میکنه به شرایطی که شما دارید
و مقدار فاندی که تونستید از دانشگاهی که براش اقدام کردیم بگیرید. من اینا رو دارم میگم برای بحث تحصیلی، چون کسی که داره با ویزای سرمایه‌گذاری میاد که خدا رو شکر انقدر داره که خیلی دغدغه بحث مالی نداره. من دارم برای یک مهاجرت دانشجویی به شما الان توصیه های خودم رو میدم. برای بحث تحصیلی، هزینه ای که شما باید توی پروسه مهاجرت داشته باشین خیلی رب پیدا میکنه به مقدار فاند و شهریه اون دانشگاهی که دارید براش اپلای میکنید. اگر فاند دانشگاهی که دارید میگیرید هزینه های زندگیتون هم ساپورت بکنه، خب راه خیلی آسان تری دارید. اما اگر بخشی از اون رو به عنوان پارشیال فاند بتونه کاور بکنه، شما باید اثبات بکنید که برای اون هزینه های زندگی و اون بخشی که کم میارید چه مقدار پول رو با خودتون آوردید و چه پلنی دارید که بعد از یک سال اگر این پول تموم شد که با خودتون آوردین لحاظ کاری چطور این قضیه رو هندل بکنید. برای همینه که کسایی که دو نفره با هم میان، یکی میتونه درس بخونه و اون یکی میتونه مشغول به کار بشه و از نظر پروف کردن این قضیه هم راحت تره. اگر شما از دانشگاه فاند بگیرید احتمال ریجکتتون هم پایین تره، به خاطر بحث این که میتونید ساپورت مالی قوی تری رو ارائه بدید و همین که اون آفیسری که داره پرونده شما رو بررسی میکنه به شما به دید یک نخبه نگاه میکنه که اون دانشگاه میخواد جذب بکنه. این تجربه‌ای بود که خود ما داشتیم. ما بررسی پرونده‌هایی که می‌دیدیم توی گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی می‌ذاشتن، می‌دیدیم که کسایی که اغلب فان ندارن ولی و حتی تمکن بالا هم ارائه دادن، ریجکتیشون تعدادشون بسیار بالاتر بود. یه نکته دیگه ای هم که هست، بحث تحصیلی، مقطعی که دارید براش اقدام می‌کنید هم مهم میشه. اگر دارید برای مستر مجدد اقدام میکنید، باید حواستون باشه دلایل معتبری رو برای اینکه چرا دارم من دوباره این رشته رو میخونم ارائه بدید و ریسک بالاتریه، به خاطر اینکه ممکنه ریجکت بشید. حواستون هم باشه برای دانشگاه های اقدام بکنید که رنگ خوبی دارن. دانشگاه های خصوصی احتمال ریجکتیشون هم بالاتره و ممکنه خیلی از وکلا به شما این قول و نوید رو بدن که در فلان دانشگاه میتونم من برات این رشته رو بگیرم و خیالت راحت باشه. بعضی از وکلا کارشون رو خوب بلدن ولی ممکنه خیلی هاشون هم فقط دام برای شما پهن کرده باشن و مراقب حرفای وکلا باشید و خیلی هم هر چیزی که میگن رو قبول نکنید، حتما خودتون تحقیق بکنید. در راه مهاجرت هم باید صبور باشید. میدونم خیلی سخته، اما هر مرحلهش واقعا انگار یک عمر میگذره. برای اینکه پروسه راحتی نیست. حالا اگر کارتون رو به وکیل میدید یه حالته، ولی من و همسرم خودمون تمام این مسیر رو با هم رفتیم و از این حس خوشحالم، چون هر کاری که میکردیم یه جورایی بهش ایمان داشتیم و میدونستیم داره چه اتفاقی میفته. امیدوارم این ویدیو امروز به دردتون خورده باشه. ببخشید خیلی تو فضای قدم زدن و پیاده رفتن اتفاق افتاد، ولی میخواستم این چند نکته رو حتما بهتون بگم. حتما کانال پویونارک رو سابسکرایب بکنید و علامت زنگوله رو بزنید تا بتونید ویدیوهای آینده رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.